ببینید در مورد بورس تهران فرمان شما متین هست، یعنی من هم فلش بک میزنم به مثلا 20 سال گذشته، به زعم من هم همین شرایط هست، یعنی هر مقطع بازار شرایط تورمی داشته و بعضن ریسک سیستماتیک حتی افزایش پیدا کرده. ببین شما نگاه بفرمایید الان اتفاقی که در سال 99 افتاد و اون فضای شیدایی ایجاد شد، عملا این موضوع اورلپ پیدا کرده بود با اوج فضای ریسک سیستماتیک کشور و بازارها خب معتقد بودن که شاید آقای ترامپ مجدداً رأی میاره، فضای تنش وجود داره، لذا بعضن دلار رو با اعداد بالاتری تحلیل میذاشتن در تحلیل حساسیت سود و بعضن خب یه پی بی های رشدی میدادن، بماند که خب بخشی از این رشد بازار در اون مقطع خب معتقد هستیم که به خاطر دعوت در واقع صدارت های اقتصادی و سیاسی بیرون از بازار بود که خب اون فضای شیدایی رو ایجاد کرد. ولی در مورد بورس ما به خاطر اون محدودیت‌های اقتصادی که داریم، ببینید شما متاسفانه بورس ما در سنوات گذشته هیچ وقت مبتنی بر رشد جی دی پی، مبتنی بر سهم از بازار بین‌الملل گرفتن، در واقع مبتنی بر حالا از منظر عملیاتی شرکت‌ها بگیم کاهش مثلا هزینه‌های سرباره جذب نشده، از این منظرها هیچ وقت شما ندیدید که صنایع ما رو به برن، عمدتاً بسته به اون فضای تورمی در واقع رشد کردن که خب بعد از این هم من فکر میکنم با توجه به گزارشات 6 ماهه میتونه این فضا تقویت بشه، یعنی اگر گزارشات به نحوی باشه که یه خوراک تحلیلی مناسبی به بازار داده بشه و یه خورده اون فضای پنیک بازار تا حدودی رو، اون فضای بدبینی بازار رو بتونه مرتفع کنه، به نظر میرسه شرایط بهتری رو ما بتونیم از ماه 7 تجربه کنیم. کما این که خب ببینید ما خیلی از شرکت‌های ما سال مالیشون منتهی به پایان شهریور ماه هست، حالا بعضن اونهایی هم که حتی پایان شهریور ماه نیستن بعضن به خاطر بحث‌های گزارشگری بودجه شش بودجهشون به صورت صورت‌های مالی 6 ماهه‌شون، بعضن امکان داره که خود همین موضوع هم در این مقطع تو ساید عرضه در سمت عرضه تأثیرگذار باشه، لذا اینا پارامترهاییه که میتونه خب از دلایلی باشه که اون خط روند شما رو نشون میداد که اون کمربند محکم پی بی ای بین 5 تا 6 رو در فرمایشاتتون فرمودید از دلایلش میتونه.